برنو اندیشان تقدیم می کند. دوستان عزیز سلام، به کانال برنو اندیشان خوش آمدید. مبحثی که قرار امروز بررسی بکنیم در رابطه با بیماری آلزایمر هستش. اول یه مقدمه گفته میشه، بعد علائم و نشانه ها و راه های پیشگیری و درمان رو کاملا بررسی میکنیم. واسه اینکه ما بفهمیم یه فردی به بیماری آلزایمر دچار شده یا نه، اصلا راه ساده ای رو پیش رومون نداریم. راحت نمیتونیم ادعا بکنیم که طرف ما دچار این بیماری شده یا نه، و این متخصصه که میتونه فقط تشخیص بده. به طور کلی به کسی که توی زمینه سلول‌های عصبی تخصص کافی داشته باشه نورولوژیست میگیم. این فرد اکثر بافت‌های شناخته شده مغز رو میشناسه، ابعاد و عملکردهای اون رو مورد مطالعه دقیق قرار میده و کامل متخصصه توی این کار. با این حال حتی این افراد هم واسه اینکه تشخیص گذاری برای آلزایمر داشته باشن کار ساده‌ای پیش رو ندارن. این افراد هم باید آزمایشات رو بررسی بکنن، علائم رو بررسی بکنن، قربالگری ذهنی انجام بدن، حافظه و تفکر رو بسنجن و در واقع واسه اینکه تشخیص گذاری رو انجام بدن کلی کار باید انجام بدن. پس ما همینطوری نمیتونیم بگیم که با یه فراموشی ساده تشخیص بدیم که وای طرف مقابل ما آلزایمر داره. حالا این آزمایش ها طوری طراحی شدن که بتونیم حافظه بلند مدت و کوتاه مدت فرد رو بررسی و ارزیابی بکنیم. این آزمایشات حتی ممکنه از انواع سکته‌های مغزی و نخاعی هم جلوگیری بکنن، به خاطر اینکه در واقع وقتی یه آزمایشی گرفته میشه برای آلزایمر طرف، ممکنه تو اون آزمایش علائم سکته مغزی و نخاعی دیده بشه و با این کار میتونیم تشخیص بذاریم که فرد ممکنه در آینده دچار سکته مغزی بشه و خیلی راحت تر میشه پیشگیری کرد. به طور کلی آلزایمر بافت مغز رو میکشه، اون رو کوچیک میکنه و این امر باعث میشه که مایه مغزی نخاعی توی مغز بیشتر بشه و خود این مسئله مغز رو مستعد این بیماری میکنه. خب اصلا حالا این بیماری آلزایمر چه علائمی داره؟ همونطور که میدونیم اولین علامت بیماری آلزایمر کاهش حافظه هسته. پس یکی از اصلی ترین علائم آلزایمر کاهش حافظه هستش. این افراد اسم عزیزان خودشون رو راحت به یاد نمیارن، یعنی که کم کم سوالای تکراری میپرسن، جای اشیا رو فراموش میکنن، حتی ممکنه تو خیابون یا توی اتوبوس، توی مترو، توی مرکز خرید گم بشن و ممکنه حتی قرارهای کاری خودشون رو هم فراموش بکنن. علامت بعدی این بیماری اختلال در شناختن و قضاوت هستش. این افراد کم کم دچار عدم توانایی در قضاوت و تصمیم گیری های روزانه میشن. ممکنه که درک نکنن که از خیابون رد شدن همینطوری بدون اینکه حواسشون رو جمع بکنن خطرناک باشه. خطر عبور از خیابان و پرتگاه رو درک نمی کنن انگار. این افراد توی گفتار و نوشتارشون هم حتی مشکل پیدا می کنن. آگاهی از زمان و مکان ندارن و حتی ممکنه کم کم دیدشون هم مشکل پیدا بکنه. و اینکه این افراد دیدشون دچار مشکل میشه به خاطر ناتوانی در واقع توی عصب‌های چشم نیست. این چشم نیست که مشکل داره، در اصل این مغزه که توانایی تحلیل سیگنال‌های چشم سالم رو نداره. پس چشم این افراد مشکلی نداره به صورت کلی، این مغزه که مشکل داره. علائم دیگه ای که این افراد دارن توی اختلالات رفتاری هستش. این افراد خیلی تونتون عصبانی میشن. عصبانیت هاشون خیلی شدید هستش، معمولا شدتش بالاست.
و به طب ممکنه حتی این افراد دسته بزن هم داشته باشن. این افراد ممکنه رفتارهای وسواسی و غیر اجتماعی پیدا کنند. مثلا توی یه دور همی قرار میگیرن، ممکنه یه رفتارهای هنجار شکن انجام بدن و متاسفانه این افراد دیگه خیلی عادی نیستن. فردی که تا دیروز خیلی عادی بوده، همه چیزش، همه رفتاراش، قضاوتش، نوشتنش، حافظش، دیگه اون آدم عادی سابق نیستش. خب حالا تشخیص آلزایمر چجوری انجام میشه؟ همونطور که قبلش اشاره کردم، آزمایش ساده‌ای واسه تشخیص آلزایمر وجود نداره. در واقع آزمایش وضعیت روانی یا سایر آزمایش‌های غربالگری میتونه مهارت‌های هیجانی یا حافظه کوتاه مدت فرد رو اندازه‌گیری بکنه. میشه برای پیشگیری از سایر مشکلات مغزی مانند سکته یا تومور از آزمایش‌های عصب شناختی و اسکن‌های مغزی هم استفاده بشه، که این میتونه اطلاعات دیگه‌ای و اطلاعات مفیدی در مورد مغز فرد به یک متخصص بده. خب حالا تو حین بیماری آلزایمر چه اتفاقاتی واسه مغز فرد میفته؟ به طور کلی آلزایمر سبب مرگ سلول‌های عصبی و از بین رفتن بافت‌ها تو سراسر مغز میشه. وقتی که مریضی شدت پیدا میکنه، بافت مغز کوچیک میشه و نواحی حاوی مایع مغزی نخاعی بزرگتر میشه و حافظه و گفتار و ادراک و رفتار فرد رو مختل میکنه. به طور کلی ما باید چه انتظاراتی از فرد مبتلا به آلزایمر داشته باشیم؟ قطعا آلزایمر هم مثل بیماری‌های دیگه توی هر شخص مسیر متفاوتی رو طی می‌کنه. واسه همه یه جور نیست. بعضی اوقات علائم به سرعت تشدید میشه، خیلی زود پیشرفت می‌کنه، تو عرض چند سال منجر به زوال حافظه شدید و پریشانی فرد میشه. ولی ممکنه برای یه سری دیگه این تغییرات تدریجی باشه. ممکنه 20 سال طول بکشه که یه مریضی دوران خودش رو سپری بکنه و برای یکی دیگه ممکنه خیلی شدید باشه. اکثر این افراد هم حدود 3 تا 9 سال بعد از تشخیص مریضی زنده میمونن. همونطور که میدونیم آلزایمر چون توی حافظه تأثیر میذاره، پس به تبع روی تمرکز هم اثر گذاره. بنابراین این افراد نمیتونن کارهای عادی مثل آشپزی رو انجام بدن. این افراد حتی طبق تحقیقات انجام شده تو حساب کتابهای مالی هم مشکل دارن. همونطور که قبلش اشاره کردم، این افراد ممکنه افراد یا مکانهای آشنا رو به جا نیارن، به راحتی گم بشن و حتی ممکن از لوازم و ظروف به درستی استفاده نکنن. مثلا ممکنه که فرد با چنگال موهای خودش رو شونه بکنه، به جای اینکه از شانه استفاده بکنه با چنگال در واقع موهای خودش رو شانه بکنه. این افراد بی اختیاری، مشکلات تعادل، فراموش کردن زبان در مراحل پیشرفته رو در واقع خواهند داشت. بنابراین فردی که با اینا زندگی میکنه باید کاملا آشنا باشه و انتظارات نابجایی از فرد نداشته باشه و همیشه همراه و پشتیبانش باشه. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که آیا ورزش کمکی به درمان آلزایمر میکنه یا نه؟ مثل خیلی از بیماری ها که ورزش خیلی تأثیر گذاره، آیا توی آلزایمر هم ورزش موثره؟ فعالیت بدنی میتونه به فرد مبتلا کمک بکنه تا حدودی قدرت ماهیچه‌ای و هماهنگی خودش رو حفظ بکنه. این کار در واقع میتونه به بهبود خلق و خوی فرد هم کمک بکنه و در نتیجه حتی از استراب فرد هم بکاهه. باید با دکتر این افراد صحبت بکنیم تا بفهمیم که
کدوم ورزش برای بیمار ما مناسبه. حتی از بیمار بخوایم که کارهای کوچیکی انجام بده، مثل باغبونی یا حتی تا کردن لباس ها رو هم وقتی انجام بده ممکنه بهش آرامش در واقع بده. فعالیت هایی مثل پیاده روی رو هم بررسی بکنیم، ببینیم از طریق دکتر ببینیم که آیا برای این فرد مناسب هستش یا نه. این بیماری هم مثل بیماری های دیگه یه سری عوامل خطرساز داره. قطعا یکیش سنه. معمولا توی افراد بالای 65 سال آلزایمر رخ میده. اگر فرد توی زیر 40 سال باشه و دچار این بیماری بشه احتمالش خیلی کمه که رخ بده همچین چیزی و بهش میگن که آلزایمر زودرس. بنابراین آلزایمر معمولا در افراد بالای 65 سال رخ میده. مسئله بعدی جنسیت. طبق آمار احتمال ابتلای زنان در این بیماری از مردان بیشتره. مورد بعدی هم وراثته. خطر بروز بیماری آلزایمر توی افرادی که یکی از اقوام درجه یک اونها به این بیماری مبتلا شده قطعا بیشتره. همچنین دانشمندان جهش های ژنتیکی رو کشف کردن که روی بروز و به تأخیر انداختن این بیماری نقش موثری داره. سبک زندگی و سلامت قلب هم خیلی واسه این بیماری مهمه، از عوامل خطرسازش هستش. نتیجه تحقیقات میگه که عواملی که باعث بیماری قلبی میشن تو بروز آلزایمر نیز نقش دارن. چاقی، کم تحرکی، دیابت نوع 2، چربی خون و فشار خون بالا احتمال ابتلا به آلزایمر رو افزایش میده. مسئله بعدی مشارکت اجتماعی یادگیریه. فرایند یادگیری احتمال ابتلا رو کم میکنه. بنابراین کسی که تحصیلات بالاتری داره احتمال ابتلا به این بیماریش کمتره و تحصیلات پایین قطعا احتمال ابتلا رو بیشتر میکنه. ضربه به سر هم خیلی تأثیر گذاره. سابقه ضربه شدید به سر مثلا در حدی که فرد مدت طولانی کاهش هوشیاری داشته باشه احتمال ابتلا رو بالا میبره. اختلالات خواب هم خیلی تأثیر گذاره. خواب منظم و اختلالات خواب جزء ریسک فاکتورهای این بیماری حساب میشه. افسردگی و سیگار کشیدن هم ممکنه احتمال بروز این بیماری رو افزایش بده. خب ما واسه این که به این بیماری دچار نشیم باید چه کارهایی انجام بدیم؟ واسه پیشگیری از آلزایمر باید چی کار بکنیم؟ در حال حاضر این بیماری مثل خیلی از بیماری های دیگه خیلی شناخته شده نیست. یه کمی ناشناخته است. بنابراین در حال حاضر با توجه به ناشناخته بودن عامل به وجود آورنده این بیماری راه پیشگیری دقیقی در رابطه با پیشگیری از بیماری آلزایمر وجود نداره، اما خیلی از راه‌ها وجود دارن که باعث کاهش ریسک ابتلا به بیماری میشن. مثلا استرسمون رو کم کنیم، خواب کافی داشته باشیم، چون که یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از آلزایمر این دو مسئله هستش. به خواب خوبمون، به کیفیت خوابمون هم اثر اهمیت بدیم و واسه کنترل استرسمون مهارت‌های رو یاد بگیریم، روش‌های کنترل استرس رو بلد باشیم. دخانیات استفاده نکنیم. کسی که سیگار میکشه احتمال ابتلاش خیلی بالاتره. سعی بکنیم که در واقع اگر فرد مقابل ما دخانیات استفاده میکنه بهش بگیم که احتمال ابتلا بالاتره و در واقع این فرهنگ سازی رو تو اون فرد ایجاد بکنیم که سعی توی ترک این مواد داشته باشه. بیماری های زمینه ایمون رو هم کنترل بکنیم. قبلش همونطور که بررسی کردیم این که
از عوامل ابتلا به این بیماری یه سری بیماری های پیش زمینه ای بوده. چاقی مون رو کنترل بکنی، فشار خون، دیابت، مشکلات قلبی، چربی خون بالا رو کنترل بکنیم، رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم، غذاهای سالم و تازه مصرف بکنیم، روغن های سالم استفاده بکنیم، غذاهایی که دارای چربی اشباع شده هستش رو کم مصرف بکنیم، ویتامین های ای و اومگا 3 رو هم مصرف بکنیم، خیلی مفیده. و همچنین زندگی اجتماعی فعالی داشته باشیم، معاشرت کنیم، با دیگران ارتباط بگیریم، سعی کنیم که دیگران رو دوست داشته باشیم، لحظات خوشی رو داشته باشیم کنار اونها و در واقع با دیگران رفت و آمد کنیم، انزوا نداشته باشیم. راه دیگه ای که خیلی تأثیر گذاره تمرینات مغزیه. همونطور که بدن ما نیاز ورزش و پیاده روی و در واقع تقویت داره، مغز و ذهن ما هم نیاز به ورزش داره. ما سعی کنیم بازی فکری انجام بدیم، جدول حل کنیم، مدام در حال یادگیری و مطالعه باشیم، چیزهای جدید یاد بگیریم، در واقع تمرین کنیم که یه سری مسائل رو حفظ بکنیم، شماره تلفن حفظ بکنیم. و وقتی که یک جایی میخوایم بریم همیشه از یه مسیر همیشگی نریم، سعی کنیم مسیرهای مختلف رو امتحان کنیم و یکم مغزمون رو به چالش بکشیم، زیاد بخونیم، بازیهایی مثل شطرنج رو یاد بگیریم، بازی بکنیم، اصلا هنری خلق بکنیم، موسیقی کار بکنیم و از این قبیل کارها انجام بدیم تا برای پیشگیری از آلزایمر در واقع تلاشمون رو کرده باشیم. در نهایت بریم سراغ درمان این بیماری. در حال حاضر متاسفانه درمان قطعی برای آلزایمر وجود نداره، ولی حفظ کیفیت زندگی با توجه به اون مسائلی که قبلش گفته شد خیلی تاثیرگذار هستش. پزشک و خانواده با همکاری همدیگه برنامه‌های مناسبی رو برای فرد مبتلا باید طراحی بکنن و انجام بدن که در واقع برنامه‌های مراقبتی مثل درمان دارویی و درمان غیر دارویی رو برای این بیماری استفاده بکنن. اینطوری میشه سرعت پیشروی علائم رو کاهش داد و سبب راحت‌تر شدن روند زندگی این افراد شد. با وجود اینکه فرد بیماری داره ولی حداقل زندگیش خیلی سخت نباشه. البته امکان داره داروها برای همه افراد به یک اندازه مؤثر نباشه، ولی مصرف این داروهایی که الان نام میبرم در درمان آلزایمر خفیف تا شدید در سالمندان توصیه میشه. داروهایی مثل ممانتین، دونزپیل و گالانتامین تجویز میشن معمولا، ولی با این حال هیچ نوع دارویی برای پیشگیری از آلزایمر در واقع تولید نشده و این داروها میتونن روی کاهش سرعت پیشروی زوال عقل در واقع کمک بکنن و برای پیشگیری متاسفانه تقریبا دارویی وجود ندارن. البته یه سری مکمل های وجود داره و تقریبا برای پیشگیری مفید هستش. قطعا داروهایی که برای آلزایمر تجویز میشه مثل همه داروها یه سری عوارضی داره، مثل مشکلات گوارشی همچون اسهال، استفراغ، تهوع، کاهش وزن، خستگی و گرفتگی عضلات که باید با عوارض این داروها هم آشنا باشیم. و در واقع اگر عوارض خیلی شدید باشه به عنوان همراه بیمار به پزشک اطلاع بدیم. حالا یه سری درمان‌های غیر دارویی هم وجود داره برای درمان آلزایمر، مثل فیزیوتراپی. همونطور که میدونیم بیماری آلزایمر مشکلات زیاد رو برای بیمار و خانواده ایجاد میکنه. فیزیوتراپی یکی از روش‌های بهبود علائم آلزایمره و کاهش سرعت روند پیشروی بیماری رو در واقع از وظایفش هستش و راه خوبی هستش به جز درمان‌های دارویی.
و یک متخصص فیزیوتراپی برنامه‌های درمانی خیلی مناسبی داره و تحقیقات زیادی نشون داده که تأثیر فیزیوتراپی در بهبود سلامت مغز بسیار مؤثره و این مسئله اثبات شده. به طور کلی اگه فرد فعالیت جسمانی منظم و مناسبی در طول مراحل مختلف ابتلا به آلزایمرش داشته باشه، این شرایط توش بهبود پیدا میکنه. مثلا تعادل، استقامت، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی و جریان خون به مغز در واقع توی این افراد بهتره تا کسی که فعالیت جسمی نداره و مبتلا هستش. طبق تحقیقات انجام شده، فیزیوتراپی با در نظر گرفتن این چند موردی که الان بررسی میکنیم باعث کاهش سرعت پیشروی علائم این بیماری میشه. اولیش مثلا کاهش پرخاشگری و بهبود روحیه بیمار هستش. قطعا میدونیم که در طول روند پیشروی بیماری آلزایمر، افسردگی و پرخاشگری از جمله علائم شایع محسوب میشه. پس متخصص فیزیوتراپی به افراد مبتلا به آلزایمر در جهت حفظ فعالیت بدنی کمک میکنه و فعالیت منظم باعث بهبود روحیه و کاهش پرخاشگری میشه. و همچنین فیزیوتراپی با استفاده از حرکات کششی و حرکات مخصوص باعث میشه که اندورفین آزاد بشه که این خودش داره خاصیت آرامش بخشی هستش و بر طبق مطالعات انجام شده افرادی که به طور منظم در طول 24 ماه از تمارین فیزیوتراپی استفاده می کنند کمتر در ارتباط با مسائل رفتاری با مشکل مواجه می شن و در واقع پرخاشگریشون کمتره و روحیه مناسب تری دارن نسبت به کسی که فیزیوتراپی کار نمی کنه. مورد بعدی افزایش قدرت و بهبود قابلیت حرکتی این افراد هستش. بیماری آلزایمر معمولاً بر تعادل اثر منفی میذاره و باعث میشه که این افراد احتمال افتادن روی زمینشون از بقیه بیشتر باشه. پس فیزیوتراپی منظم به حفظ قدرت عضلات و استخوان‌ها و بهبود هماهنگی کمک خیلی زیادی میکنه. و در واقع اینطوری احتمال افتادن این افراد به زمین و خطراتی که بعدش هستش خیلی کمتر میشه. پس یکی از در واقع فواید فیزیوتراپی افزایش قدرت و بهبود قابلیت حرکتی هستش. مسئله بعدی حفظ استقلال در زمان انجام فعالیت‌های روزانه هستش. میدونیم که افزایش توانایی در جهت در واقع مراقبت بیمار از خودش به منظور حفظ استقلالش دارای اهمیت زیادیه. فعالیت‌های روزانه مثل حمام رفتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، سرویس رفتن در این افراد دچار مشکل میشه و متخصص فیزیوتراپی با استفاده از تمرین‌های ویژه‌ای که به این افراد آموزش میده و انجام میده بر جهت انجام این فعالیت‌ها به بیمار کمک میکنه و باعث میشه که این افراد تقریبا خودشون بتونن این کارها رو انجام بدن. و مورد آخر کاهش سرعت روند از دست دادن حافظه هستش. همونطور که گفته شد از دست دادن حافظه برای بیمار و افراد خانواده یک مشکل اساسی محسوب میشه و در فیزیوتراپی از تمرین‌های ویژه و منظمی برای بهبود جریان خون به مغز استفاده میشه و خب قطعا این فعالیت‌ها در برقراری ارتباط بیمار با دیگران تأثیر مثبت زیادی داره. یک فیزیوتراپ ماهر از روش‌های ساده و منحصر به فردی برای جلوگیری از آسان‌تر کردن روند زندگی این افراد و خانواده اون کمک می‌کنه.
و به طور کلی یک فیزیوتراپ خیلی تاثیر زیادی داره برای به تعویق انداختن روند پیشروی علائم آلزایمر و کمک میکنه که فرد تا جایی که میشه و تا حد امکان از زندگی خودش لذت ببره و آسایش بیشتری داشته باشه. خب همراهان عزیز، من توی این وایس سعی کردم یه کلیاتی از این بیماری بگم، این که آلزایمر چیه، این افراد با چه چالش هایی روبرو میشن و خانوادهشون رو با چه چالش هایی روبرو میکنن، راه های تشخیص و علل ابتلا رو هم توضیحاتی در رابطه با اونها دادم و همونطور که گفته شد تشخیص این بیماری ساده نیست. ما خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم تا فرد مقابلمون حافظش رو یک کمی کم رنگ شد بگیم که وای مبتلا به آلزایمر شدی. نه، اینطوری نیست. واسه دریافت خدماتمون باید به نورولوژیست و متخصص مغز و اعصاب مراجعه بکنیم و تا جایی که میتونیم علائم بیماری رو کاهش بدیم و زندگی بهتری برای فرد مبتلا ایجاد بکنیم. سپاس از توجه شما.